بیشتر هم علاج نمی کنیم بانک خواب کنیم دیگه. شب گاهی میرا آهسته و با عجله با من گپ میزند، رویم دراز میکشد، به آرنج هایش تکیه میدهد و سرش را تا آنجا پس میبرد که نوک موهایش به من بخورد. میدانی که از دستشان نمیتوانی فرار کنی. بله، کمی سکوت. سرش را به طرف دیگر خم میکند، نقاب را به صورتت خواهند گذاشت، اصلاح خواهی شد. میخندد و ادامه میدهد، به تو یاد خواهند داد که هر وقت تنها شدی از ترس فریاد بکشی، یاد خواهند داد که مثل بدبخت ها به دیوار بچسبی، یاد خواهند داد که به پای رفقایت بیفتی و کمی گرمای بشری گدایی کنی، یادت خواهند داد که بخوای دوستت بدارن، بخوای قبولت داشته باشن، بخوای شریکت باشن. اه بچه هارون، تو خانه زوجه شیشی مگم بازار رفتنی نبودی؟ بازم زبا میکنن، هر روز زبا، هر روز زبا. بسته ها، بکنم از زوجه بکنم از زوجه بکنم از زوجه برو طرف، نکن بیان طرف. خانه نوت مبارک باشه زریما. سرباز دستش رو روی میرا میگذارد، او به صورتش توف می کند. سرباز یک قدم به عقب بر می دارد و لگدی به شکمش می زند. میرا خم می شود، می لغزد و می افتد. سرباز دومین ضربه را وارد می کند. میرا با فریادی از گلویش مثل کرمی به خود می پیچد و روی زمین استفراغ می کند. بعد سرباز ها یه حواست به کارگاه باشه، کلان راحت بشه. باشه آقا، رو چشم. بایزد. سلام آقا مهندس. سلام آروم، خوبی؟ پس بالاخره رفتنی شدی؟ بله، با اجازه تو. همه کاراتو کردی؟ چیزی احتیاج ندیدی؟ نه، ممنون. دوباره میری سراغ درس دانشگاه؟ نه آقا، دانشگاه رو تعطیل کردن طالبا. این هم از حماقتشون. بیا بشین تو ماشین کارت. تمام طلب این چند وقتته. ممنون. رسانه ها میگن که اوضاع خیلی نابسامانه. اخبار میگو طالبان به هیچ کس رو حمله میکنه. بهتر نیست یه وقت دیگه بری که اوضاع یه مقدار بهتر شده باشه.
خیلی نگرانم آقا مهندس، خیلی. خودم اینجام اما تمام و شواس هم اونجاست، پیش اونا. در اصل مراقب خودت باش، اگه رفت موندگار شدی که هیچ، اگه نه یه راست بیا پیش خودم، برای تو همیشه کار هست. امیدوارم نگهبان جدیدم به خوبی تو باشه. تو که بودی خیالم راحت. چی نگو دیگه، بگه بهت گوش نمیکنم. باید بیایم، میفهمی؟ بفهم زریمو، بفهم. آدرس در پشتش نوشته کده برای خود بچه این بیدی هم خطا هم یمانتی را یک ذره پیس هست بخشش باشه بیادر جان به کس دیگه اعتماد کده نمیتونستم چی گپایی میزنی؟ نخوی بکس کلانه میبرم خط امانتی تو هم در رویش چیزی نمیشه چای دیگه شد نمیفهمم چند وقتی دیگه باید از زن اولادم دور باشم یک روز روس میایه یک روز مجاهد یک روزم طالب دیگه جانم به لبم رسیده وقتی طرف آمدم بچه‌م کم کم را میرفت و پدر میگفت حال 8 ساله شدم 8 ساله چند روزی می شود که کسی را نمی بینم نمی نویسم انتظار می کشم گمان می کنم خستم براستی که برایم چیز کمی باقی مانده و با این همه خوش ندارم آنها را از دست بدم بسیار خوب می دانم که بوی غروب و سحرگاه را دوباره خواهم یافت اما یادی از آنها برایم نمانده است پیرتر از آنم که دوباره بتوانم متولد شوم بازم تنها در یک گوشه سگرت در دسته چورت و خیال زریما گم شدی مرا سگرتت
ما هر قسمش خاشقی دیده بودم. مگم تو وارنه خانه ما و زریمایشان آخر یک کوچه باریک بود. همسایه در بدیوال بودیم. از امو طفلیت دائم یک جایی بودیم. ساتری میکردیم، درس میخواندیم، حتی گودی پرانبازی میکردیم و کل لگیرم میبردیم. او چرخه میگرفت، من تار میداد. زریما از اون وقت عاشق قصه گفتن بود و من عاشق شنیدن صدایش. زریما یکی از خوش صداترین گویندهای رادیو شد و برنامه قصه های شب اجرا میکرد. یک آرامش عجیب در صدایش بود. چشمای تک پت میگرفتی، یادت میرفت که در مابین میدان جنگ زندگی میکنی و به رادیوی کابل گوش میدی. نو یک کار خوب در تلویزیون برش پیشنهاد شده بود که طالبا کابل ها گرفتن. تلویزیون خوبیخی جمع شد. در رادیو هم فقط مرد میتونست کار کنه. میخواستیم عروسی کنیم و از کابل بریم که بیادرش کشته شد. با اصرار زریما تنها از کابل برآمدم. حالا یک سال میشه که ندیده میشه. بی بیادر، تو خو یک سال صبر کردی، یک چند روز دیگه هم در سرش. عقبی تابی نکن. دیشب یک خواب بد دیدم. بیدار که شدم دیگه خوابم نبرد. خیر باشه. یک روز یکی از نفرهای طالبا به خاطر کوتاه بودن ریشم مرکت کیبل زد. بعد از اون سرم خنده کرد بلند. هنوز چهرش در یادم است. دیشب اون رو خواب دیدم، بازم سرم خنده میکرد. از دسته که 24 ساعت دوشو گوشه طرف خبرهای افغانستان است تو خوارا میبینی دیگه. میترسم امین، بسیار میترسم. سبا پیش از حرکتت یک خیرات بده. توکلت به خدا که رایی شو. انشالله که به خیر میرسی. هم فامیلتو میبینی، هم کتی زریما عروسی میکنی. حالا بخیز بخیز بریم پایین پیش بچه هوایت دیگه میشه. بخیز. ای پیران هم از تو باشه بیادن. آقا بایدون بشکت هست دانارون، بشکت هست. خیلی از ما چی؟ همی تایپ هم از تو باشه. تایپ هم داد. تو باید خواهد تا کرده با بزنی؟ آه بیا که دو روز هم بیا که معلومش کنیم. هر کس که جو شد دلستار بشه. صحیح؟ میرا آخرین قصه ای بود که زریما در رادیو گفت. بسیار مراقبش باش. معلوم نیست چی وقت باز یا دیگه خدا ببینه. میبینم میبینم. هیچ معلوم نیست. یکی اومده با هارون کار داره. میگه عموشم بگوش که بیای داخل. من خواست صبح کدش خدافزی کردم. سلام علیکم. سلام کن. سلام بچی. خوبه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. در این نو وقت شب خیریت خواست کوکو. یاشم بچه خاله زنم است. دو ساعت میشه که تهران رسیدم. برای تو یه خط آوردم. گفتم بیارمش که پیش از رفتنت خط تاویل بگیری. یعنی میخواد بیادر تاویل که بود برای آرون بده. ساعتش خوب بود؟ جور تیار بودم. تالم زیاد رستم. پدر مادرم چی؟ یعنی میخواد مادرت ناشته کده بری.
کاکا رمان کدام گپ شده؟ خیرت است؟ یکی از قماندان های طالبا چند دفعه میره خواستگاری زریما هرچی میگن این نامزاد داره نامزادش پس میایه باور نمیکنم به زور خودش تاریخ نکار را تعیین میکنم زریما و فامیلش شو پدکایی میخواین فرار کنن که گیر میفتن او قماندان از خدا بی خبر به زریما تهمت ناروا میزنه دو روز بعدش به غازی استیدیوم میکشنش دو روز پیش از آمدن من روزی هفتش بود پدرش بیچاره از غم بخی دیوانه شده بود خدای روز سر هیچ مسلمان نیاره داغ اولاد بسیار سخت است بیدر بسیار سخته آروم آروم نقاب های من را تکه تکه کندیم بدون گفته ایم خون از کومه ها و پیشانی برهنه شده ایمان میریخت با وجود دردی که نفس من را بریده بود و ناله ایمان را کشیده بود لبخند همیشگی من عاقبت ناپدید شد و پس از چند ساعت چهره پیشین من ظاهر گشت آنگاه لبهای من به هم پیوستند